مقاله طاهر بومدرا مشاور ویژه یونامی درباره اشرف 2010-2012 هیل نشریه کنگره آمریکا. زمان برداشتن گام‌های ضروری برای تأمین امنیت و حفاظت اشرفی‌ها فرا رسیده است. آنها برای رفتن به لیبرتی توسط کوبلر فریب داده شدند. مسئولیت حفاظت آرتوپی امروز بیشترین مصداق را در مورد لیبرتی دارد. هیل 17 ژوئیه 2013 26 تیر 1392. من مکررن هشدار داده بودم که کمپ لیبرتی نه امنیت دارد و نه از استانداردهای انسان دوستانه بین المللی برخوردار است. من همچنین هشدار داده بودم که پروسه انتقال به کشورهای ثالث چند دهه طول می کشد. به هشدارهای من اعتنایی نشد، ولی به زودی اثبات شد که کمپ لیبرتی تدابیر امنیتی ندارد. کمپ لیبرتی به یک بازداشتگاه تبدیل شد و برخی آن را یک قتلگاه خواندند. جمعیت مستقر در آنجا با محرومیت‌های شدیدی روبرو هستند و روزانه مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. تمامی دیدارهای دست‌اندرکارانی که می‌توانند موضوع را به طور مستقل به توجه جامعه بین‌المللی برسانند از این کمپ ممنوع است. آنها در 9 فوریه، 28 آوریل و 15 ژوئن زیر بارانی از موشک‌های جنگی از نقطه‌ای که نیروهای ارتش عراق حضور سنگینی در آنجا دارند قرار گرفتند. 10 نفر کشته و شماری از آنها مجروح شدند. کوبلر به جای تمرکز روی مسئله امنیتی و محکوم کردن جدی این حملات، از نمایندگان ساکنان خواست به ساکنان اجازه آزادی ارتباط بیشتری بدهند. آیا کسی که از آزادی تحرک و تردد و آزادی ملاقات با وکیل و ملاقات با پارلمانترها و سایر گروه‌های غیر دولتی محروم است، می‌تواند از آزادی ارتباط برخوردار باشد؟ برای جمعیتی که بدون پروسه قانونی مجبور است در یک بازداشتگاه به سر ببرد، آزادی ارتباط به چه معناست؟ با وضعیت موجود، ساکنان کمپ لیبرتی در یک بازداشتگاه قفل هستند و از حداقل الزامات امنیتی و انسان دوستانه برخوردار نیستند. مسئولیت حفاظت آرتوپی امروز بیشترین مصداق را در مورد کمپ لیبرتی دارد. هر گونه حمله دیگری علیه جمعیت بیدفاع تمامی اعتبار سازمان ملل و کشورهایی را که در انتقال اشرفی‌ها به کمپ لیبرتی دست داشتند به طور جدی تضعیف خواهد کرد.